سلام امروز میخوایم راجع به یکی از قدرتمندترین احساس احساس خشم ما هم صحبت کنیم در خدمت خانم باقری هستیم، خیلی ممنونم ازتون که سلام. امروز هم فرصت گذاشتیم ممنون سلام. مرسی منم خوشحالم که در خدمتون هستم و سلام عرض میکنم خدمت همگی امیدوارم که همگی خوب باشین بریم سراغ خشم بریم سراغ خشم ببین اول اصلا فکر کنم بعد خشم رو اول تعریف بکنیم بعد تفاوتش رو با مواردی که آدم ها فکر میکنن این اسمش خشمه و در واقع سازگاره و ناسازگاره و همه اینا رو با هم دیگه یه خورده تفکیک کنیم هیجان خشم خشم سالم هیجانیه که نسبت به موقعیتی فعال میشه که مرزی از ما نادیده گرفته میشه حقی از ما یعنی حقی به ما داده نمیشه و ما تو اون موقعیت خشم فعال میشه که بتونه کمک ما کنه که ما اون مرز رو بچینیم و از اون حقوق خودمون دفاع کنیم و برای به دست آوردن اون حقوق یک کاری انجام بدیم بنابراین هیجان خشم هیجانی که قدرت میده به ما در واقع انگار به سمت بیرون میره یه جور انگار ما رو بلند میکنه از زمین و کمکمون میکنه اون چیزی که حقمون هست اون چیزی که در واقع نیاز داریم و در واقع دریافت کنیم این میشه خشم سالم حالا اتفاقی که میفته اینه که گاهی وقتها ما تصویر انگار عمومی از خشم اون داد و بیداده و اون مثلا دعواه و نمیدونم بد و بیرا گفتنه و پرتاب کردنه توی خشم سالم پرتاب نداره در واقع بذاریم با مثال بگم مثلا موقعیتی رو در نظر بگیریم من میرم جایی کسی قرار کاری رو برای من انجام بده پشت باجه نشسته داره مثلا تلفنی جواب میده موبایلی بازی میکنه و در حال ساعت کاریه حواسش به اون کار و در من حقی از من داره زایه میشه اینجا این که تو اون موقعیت من چجوری میتونم حقم رو ابراز کنم و نیازم رو بگم و در واقع کاری کنم که اون حق من رو بده این هوش هیجانی به ما میگه خب برای من خشم میتونه بیاد تو من اینکه حق من داره میشه پس من عصبانیم بدنی اینجوریه که یک فشردگی و فشاری توی قفس استینه توی فک ها توی دست ها احساس میشه انگار آدم آماده میکنه برای به بیرون رفتن اون قدرته که بتونیم از خودمون دفاع کنیم و اون چیزی که نیاز داریم و در واقع دریافت کنیم حالا من ممکنه برم پیش اون آدم مثلا شروع کنم به بد و بیرا گفتن که مثلا چرا حواست نیست و نمیدونم احتمالی که اون آدم کار من انجام بده چقدر میشه وقتی این اتفاق میده. چون من پرت کردم خیلی صفر میشه اما من میتونم برم وایستم این خشم سالم اینجوریه که من میرم و میگم که الان نوبت منه و حق من اینه حالا این که میگم کلمه حق من ممکنه حق. کلمه حق رو استفاده نکنیم و من نیازم شما کار من رو زودتر انجام بدید و ممنون میشم اگر انجام بدین حالا محترمانش هم بخوایم برای اون آدم در واقع احتمالا کار ما رو انجام میده یا کار ما رو انجام نمیده و اهمیتی نمیده بنابراین هوش هیجانی به من میگه خب خشم سرجاش حقه دریافت نشده من راهکاری باید پیدا کنم برای دریافت حقم این خشمه که به من کمک میکنه من برم سراغ مدیر بالا سر اون برای اینکه بیاد و, به این تذکر بده چون اینجا من قدرت در برابر اون ظاهرا قدرت من نمیپذیره و من نیاز برم تشنه که من میخوام حقم رو به دست بیارم از یک روش سالمی حقم اتفاق بیفته خب و من میرم به مدیرش میگم که کارمند شما کار من را نمیندازه و تذکرم دادم در واقع فایده نکرد برای من اون مدیره که میاد در واقع بهش تذکر میده اون مجبور میشه کار من انجام بده ببین من دعوا نکردم هیجا به معنی پرتاب کردن همه جا رفتن وایس دادم من حقم اینه و نیازم اینه و تو حق و نیاز من رو قراره در واقع کن وقت در ارتباط با یه نفره یا مثلا من یه مرزی از من نادیده گرفته شده من ببینیم مثل چی مونه مثلا انگار من تو خونه نشسته باشم در خونه من میشه مرز خونه من دیگه من نیازم تو زنگ بزنی وقتی میخوای بیای تو از اینکه تو سر تو بندازی بیای توی خونه بیای توی حریم من من عصبانی میشم بنابراین میگم که اینجا حریم من من دوست ندارم که بدون که در زده بشه بیام بیای تو مثلا بنابراین ببین منم که اینجا عاملیت دارم منم که دلم نمیخواد یا میخواد یا اجازه میدم یا اجازه نمیدم من نمیگم که تو باید میفهمیدی تو, نم... تو نیست تو لنگویج نیست یعنی یو, یو لنگویج نیست اینجوریه که من اجازه نمیدم یا من میخوام که لطفا این کار رو انجام بدی من میخوام که این اتفاق بیفته خب و نیاز دارم که این اتفاق بیفته حق من این هست یا من شایسته این هستم که فلان اتفاق بیفته به همه تون یه ذره سرچ کنین در درانتون یه جستجویی بکنین حتی اگر همین الان که نشستین به شایستگی هاتون فکر کنین در ارتباط با هر موضوعی که دارید در واقع تو ذهنتون میارین یک احساس قدرتی در درون آدم میاد اینکه من باور دارم من شایسته این هستم من حق دارم من نیاز دارم پس مال منه و یه قدرتی رو به من میده بنابراین حالا میتونم پاش وایستم با پای خودم وای میستم برای دریافت اون چیزی که نیاز منه این به این معنا نیست که لزوما هر جا ما در واقع حقی از ازمون گرفته میشه یا مرزی از ما نزدیک میشه لزوما قادر خواهیم بود که این حق رو دریافت بکنیم تو وهله اول خشمه حالا هوش هیجانی کمک میکنه ما نیازمون رو برآورده کنیم خیلی جاام هست که ما میریم و حقمون دریافت نمیشه موقعیت از دست میره حالا هیجان بعدی میاد که موقعیت حقی از من ضایع شده و از دست رفته و من هم کاری براش نمیتونم بکنم بنابراین یک ناامیدی سالم غم سالمی رو تجربه میکنم که انگار ناامید میشم از اینکه این فضا بتونه حق رو به من بده دریافت حقم از بین میره با تلاشایی که میکنم اما نه اینکه بلافاصله تلاش میکنم از مثلا میرم به مدیره میگم جواب نمیده به اون میگم ولی بعد از سیستم ممکنه بد کار کنه که من حقم عملا گرفته نشه و خیلی جاها ما شاید این رو تجربه کردیم تو زندگیمون دیگه جاهایی که حقی داشتیم اما با همه تلاشی که کردیم حق دریافت نشده اون تلاش سر جای خوشه و وقتی به نقطه میرسیم که سیستم ما داره ناامیدی سالم رو تجربه میکنه به معنای اینکه دیگه از این دیگه آبی گرم نمیشه انگار یه بمبستی که تو هر چقدر هم برید تهی نداره عبور نمیتونی بکنی ازش اون وقت سیستم برمیگرده عقب یعنی یه بنبستی که از توش میایم بیرون چون میفهمیم اینجا اینجا راهی وجود نداره بنابراین اون ناامیدی سالم تجربه میشه غمگین میشیم از از دست دادن حقمون و رها کنیم میریم سراغ فرایندهای بعدی که داریم مثلا از این بنبست راهی وجود نداره من هی نمیرم ته بنبست هی اصرار کنم از اینجا هشم نامید میشم میام بیرون حالا اگه راه های دیگه ای وجود داره میرم اگه راهی وجود نداره خب طبیعتا من در واقع نامید میشم قمگی میشم و اون قمه کمک من میکنه که بتونم در واقع فرایند های بعدی زندگیم رو هندل کنم این میشه خشم ساله که نسبت به این موقعیت ها اتفاق میفته افتا حرف زیاده توش حتما مثال زیاد بد بزنیم که خود مصداق هاش مشخص که توی زندگی چیه حالا اگر که نکته هست به اضافه داشتم این شکلی فکر میکردم که خشم از اون چیزایی که بازم بازم شاید شبیه بقیه هیجانات ولی الان برای, برای من خیلی این خشم پررنگه که این هوش هیجانی این که این این چه حل مسئله میدهش خیلی مهمه ده. واقعا در یک سری جوامع راه حل هایی که خشم میده خیلی متفاوته با یک سری دیگر از جوامع مثلا اگر من از یک جامعه حالا نمیخوام برچسب خاصی بچسبونم با یک با یک شرایط اجتماعی خاص که حقوق اجتماعی به شکل متفاوتی توش تعریف میشه برم در یک جامعه که انگار حقوق اجتماعی خیلی توش تعریف نمیشه انگار نمیتونم بیرون گود وایسم بگم که نه تو باید خشمت رو حتما این شکلی ابراز بکنی نه. مثلا واقعا شاید تو اون قسمت حالا انواع خشم رو که توضیح میدی اون قسمت خشم ابزاری ممکنه من یه جاهای لازم داشته باشم ادای یک فرد خشمی رو در بیارم برای اینکه انگار اون سیستمی که داره ناقص کار میکنه رو بتونم باش تعامل برقرار کنم یا راه دیگه چیزی که تو ذهنم هست این شکلیه که ترکیب نشه به یک فضای خیلی فانتزی که مثلا من برم نه. جاهای مختلف حق من این است که شما مثلا کار من را راه بیاندازید این این گفته دکتر شهرتاش خیلی برای من جذاب بود ایشون فلسفه برای کودکان کار میکنن و خب یکی از افراد تاثیرگذار زندگی من بودن بعد خب فلسفه برای کودکان همش حول محور مثلا دموکراسی و گفتگوی بچه ها سر کلاس من که چطوری بتونن انگار دموکراسی رو توی مدرسه یاد بگیرن و توی زندگیشون داشته باشن از این حرفا بعد ایشون تعریف میکرد توی کارگاه مختلفی ایشون تعریف میکرد میگفتش که یه بار من داشتم مثلا محتوا آماده میکردم برای کارگاه فردا و همسرم برگشت به من گفتش که مثلا فرزانه نکنیمش بچه‌ی ناتوان سسول تحویل جامعه بدی بچه هایی که وقتی میرن تئاتر میبینن همه ایستادن دارن جلو رو میبینن و اون ردیف آخر نشسته باشه و بگه که اوکی کار درست اینه که من توی تئاتر بشینم و اگر همه بلند شدن من همچنان نشسته باقی همچنان بشینم چون کار درست نشستنه و اون بچه تئاتر رو از دست بده و بعد این شکلی باشه که اوکی من یه کار درستی کردم ولی خب نتیجه نگرفت و تا این شکلی باشه که خب من سوختم دیگه من اونی بودم که انگار داشتم طو... یه... یه کار اخلاقی انجام میدادم یه کار درست انجام میدادم ولی سوختم در حالی که اون هوش هیجانی خیلی قراره اونجا بیاد خیلی. کمک بکنه که ببین در این موقعیت داری چی تجربه میکنی چی کار براش و... بکن و و چی کار میتونی بکنی از همه منابع استفاده بکن دقیقا. بدون اینکه به دیگری بخوای آسیب بزنی نیازهای خودت رو در نظر داشته باش و ببین حالا میتونی چیکار بکنی طبعا. ببین همون جعبه ابزار است دیگه و, و, قطعا ببین برای همین یه نسخه واحد نداره مثلا من نمیتونم بگم نسخه واحد خشم اینه که مثلا ما بگیم من شایسته این هستم که ولی شایستگی انگاری تهش داره آره اصلا ببینید شروعش اینه که من خودم شایسته میدونم آره من خواستم بگم تو مثالی که گفتین مثلا قشنگ اشاره کردین گفتین اگه من منی خیلی پولایت و خیلی معدبانه اگه نگم ممکنه هیچ وقت نیاز من برآورده نشه آره میخوام بگم ببین نگاه کن یه قانون داره مبدی بر اینکه ما یه مرز در... یه مرزی باز براش داریم برای این خشمه اینکه کجا قرار مثلا محکمتر حرف بزنم کجا یه ذره مهربونتر حرف میزنم کجا یه ذره معدبتر حرف میزنم کجا یه خود تون صدای قدرت بیشتری داره ولی قانونش اینه من آسیب به دیگری نمیزنم خود خود خودم حق, خودم رو. رو میخوام بگیرم ولی نه به قیمت مثلا نمیرم چاقو بکنم تو شکم یکی که حق منو بده خب یه مرزی داره تا یه جایی داره در واقع این حق رو دریافت کردن مثلا من خوشونت استفاده نمیکنم کنم برای اینکه پرخاش استفاده نمیکنم برای اینکه حقم رو بگیرم مرزاش خیلی, خیلی باریکه خیلی باریکه فضایی هم که داریم حرف میزنیم دوباره حواسمون باشه داریم میریم توی روابط عادی که ماها با همدیگه داریم آره. فضاهای اجتماعی متفاوت میشه چون ممکنه چون جامعه شناس هم یه نظرات جالبی دارن توی ابراز خشم اجتماعی بر همین ما داریم راجب به روابط عادی با افراد عادی دور اطرافمون حرف میزنیم آره ما داریم توی روابط عادی توی فضاهای عادی اجتماعی صحبت میکنیم که در واقع ببین نگاه کن حتی اینکه من تشخیص میدم توی اون اجتماع باید چی کار کنم اگر سیستم هیجانی من سالمش من درست تشخیص خواهم داد به همه تلاش ما چیه اینکه آدم ها به هیجانات سالمشون دسترسی داشته باشن اون جایی که پرت میشن و بتونن تشخیص بدن خودشونو برگردونن اون جایی که داره یه چیزی یه چیزی رو پوشش میده اون پوششه بر اصل کاری بره. و ما معتقدیم نیروی رشد به آدم ها کمک میکنه در موقعیت بهترین تصمیم رو برای بهزیستیشون بگیرن بنابراین اصلا اینجا ما این که داریم بحث میکنیم که حالا اینجا چجوری اونجا چجوری یه موضوعیه که ما داریم مستاق رو مشخص میکنیم در حالی که ممکنه من تو یک مستاقیت هوش هیجانی شرایطم مختصات فردی من به هر دلیلی حکم کنه یه کاری رو انجام بدم برای دریافت حقم تو ممکنه یه چیز یه کار دیگه بده بعدم به تعداد آدم ها ممکنه واقعا راه حل وجود داشته باشه مثلا خلاقیت وجود داشته باشه که بتونه راهی پیدا کنه برای دریافت حقش بنابراین ببینید پوینتش این نیست چه مصداق های چه کارهایی، چه چیز های. من یه مثال کوچیک زنم فقط برای اینکه بدونیم که ابراز خشم لزوما به معنای پرخاش نیست ولی خشم سالم خ... اینجوریه که جرعتمندانه است من خودم رو شایسته میدونم و پای خودم وای میستم که حقم رو بگیرم مرزاش چیه؟ مرزاش آسیب زدن به خودم و دیگریه آسیبم به معنای مثلا اینکه من اذیت میشم تحت فشار قرار چون به هر حال توی خشم یه فشاری وجود داره من اگر خشمم رو به تو ابراز کنم به هر حال ممکن اگر تو مقصر چیزی باشی احساس شرم بکنی و دردت بگی این آسیب نیست آسیب به معنای در واقع دمج کردنه دمج رو نمیدونم لغت فارسیش رو چی میتونیم بگیم که کامل بگه تخریب کردنه در واقع تخریب کردن خودم و دیگری نیست خب بنابراین فضای این مدلی حالا ببین این, خ... این ابراز من... ابراز کردنه این در واقع جرعتمندیه از کجا میاد از اینکه من خودم شایسته این حق میدونم برای من اولین نقطهش اینه که من از اگه شایسته ندونم خشم نمیاد آره چون میرم تو شرمی که من شایستش نیستم من به کافی خوب نیستم و توی موقعیتی که نیاز حقم رو بگیرم میکشم اقب یا اون مثالی که یادت میاد تو زدی فکر کنم توی شرم زدی که میفتم به جبران کردن در حالی که واقعیت نگه حق با منه توی روابط خیلی پیش میاد یعنی تو روابط خیلی واضح میشه این فضای در واقع خشم سالم ناسالم اینا رو در واقع با هم دیگه نگاه پس کرد اینجا که بخوایم یه خطی خیلی خلاصش رو بگیم خشم به اون م... مورد در واقع همیشه آشنایی که فریاد بزنم داد بزنم نه نه این منظور نیست ولی نه اون... ممکنه تو بشینی وکیل بگیری وکیل برای حق تو دقیقا. بگیری این میشه چیزی این, پروسه خشم. خشم. این پروسه،, پروسه خشم. در واقع ببین شروع خشم اینه که من شایسته چیزی بودم چیزی رو حقم بوده مرزی مال من بوده و بهش تجاوز شده و از دست رفته و داره از دست میره در واقع چی کار میتونم بکنم که این حقم رو بگیرم نیازم براوردشه مرزم حریمم حفظ بشه ببین تو انسانهای اولیه اگه بخوایم بگیم در واقع اینجور بوده که خشم کمک میکرده تریتوریشون رو در واقع اون فضای مرزهاشون رو ن... قلم رو نگه دارن بنابراین با اون فضای قدرت من به تو اجازه نمیدم وارد فضای خانواده من یا فضای مثلا مزرعه من فضای قاره من بشی این چیز ابتدایی رو داشته محافظت میکرده یه بخشیش یه بخشیش وقتی یه نفر وارد میشده اینا میتونستن در واقع بجنگن و وادار کنن که بره عقب بر این مرزه حفظ شه خب بنابراین فضای اینجوریه که ما نمیتونیم مستاقاش رو بگیم مستاق فراوون داره و راه حل هم فراوون داره یکی وکیل میگیره یکی خودش میگه یکی ممکنه یه ابزار رو استفاده کنه یکی ممکنه یه واسطه رو بتراش یکی ممکنه مشاور بره هر کس به یه روشی در نهایت ببین حرف ما اینه خشم قرار کمک کنه به ما که راهی برای دریافت حقوقمون پیدا کنیم و برای چینش مرزهامون و محافظت از هم مرزهامون حالا اینکه هر کس چه راهی رو انتخاب میکنه کاملا کاملا بستگی به مختصات فردی و اجتماعی اون آدم داره برای من, ممکنه یه خشمی رو مثلا دارم میگم با تو اگر به یه مسئله برخورد میکنم یه جور دریافت کنم با یه آدم دیگه با یه مختصات دیگه جور دیگه دریافت کنم هوش هیجانی به من کمک میکنه چون هوش هیجانی داره بهزیستی رو برای من فراهم میکنه بنابراین ممکنه اینجا من مثلا با همین یه شوخی و یه خنده و یه گفتن تو کاملا متوجه میشی به خاطر شناخته با یه نفر دیگه لحن گفتگو ممکنه متفاوت بشه اگر از, رئیسی که تو مثلا اداره که دارم کار کنم بخوام یه مدل متفاوته چون هوش هیجانی داره به من میگه در واقع یه جور چینشی داره که من بتونم حق و کنم هدفش دریافت حقه و خب این موضوع وجود داره که گاهی اوقات حق دریافت نمیشه و این یک واقعیت زندگیه که در مواردی وجود داره که خشم کار میکنه میره سراغ راه, راه. راه حل های مختلفی رو میره اما پاسخی نمیگیره ببین تو خیلی از روابط این پیش میاد خانوم آقا توی رابطه دارن خشمی رو تجربه میکنن حقی ازشون ظاهر میشه همه جوره تلاش میکنن درمان میرن با هم حرف میزنن نمیدونم بزرگترا ریش سفیدا میاد اتفاق نمیافته و بعد من اونجا رها میکنم این حق حالا گاهی وقتا رها میکنم اون حق رو یعنی یه جوریه که میتونم رهاش کنم فضاش یه جوریه که با اینکه غمگین میشم ولی میگم ازش می... میگذرم چون برآورده چون, چون کل ارتباط ها... چیزهایی داره که داره بهزیستی من رو فراهم کنه یه تیکش اینجوری میتونم لتینگو کنم یا رهاش کنم گاهی وقتا نه انقدر رو سیستم اصلی نیازهای منه که من با برآورده نشدنش بقام به زیستی این چیز هم به خطر میاد و برای من, من کل ارتباط رو در واقع رها میکنم و میام بیرون برای من خشم و ناامیدی از اون چیزاست که در کنار هم و خشم و غم در واقع در کنار هم خیلی میتونه به ما کمک کنه جایی که لازمه ناامیدی رو تجربه کنیم بتونیم تجربه کنیم حالا من اینجا یه پرانتزی دلم میخواد باز کنم چون از ناامیدی حرف زدیم و اون بحث امید و ناامیدی. ببین ما خیلی وقت داریم امید ناسالم تجربه میکنیم یعنی یه چیزی که از دست رفته حالا الان که داریم راجع به حق حرف میزنیم حقی که دیگه از دست رفته و به طور طبیعی ما با غمگین شیم و ناامید شیم نسبت به اون فضا که بتونیم رها کنیم زندگی جریانش رو ادامه بده ما گیر میکنیم تو اون نقطه چرا چون یه سری کریشه های اجتماعی یه سری هیجانات ای داریم که حالا یا ناسازگاری که در واقع ما رو پرت کرد که حالا الان نمیخوام خیلی پیچیدش کنم که اجازه نمیده من از این فضا دل بکنم و رهاشم و بپذیرم که از دست رفته حالا این از دست رفته حق منه نیاز منه چون الان داریم راجع به خشم حرف میزنیم بنابراین چون نمیپذیرم اون فضا ناسالمه داره رو من کار میکنه داره به من میگه که نه باید امیدوار بشی یا نه اصلا حق نداری شکست بخوری اصلا شکست خوردن برای من مساویه با در واقع از هم پاشیدن یا نه ترس های میاد روش رو میگیره هزار تا چیزی که در واقع حالا میگم الان نمیخوایم خیلی پیچیدش کنیم جزئیات بهش اضافه کنیم بنابراین نمیپذیرم و ناامیدی سالم رو تجربه نمیکنم ناامیدی سالم نسبت به موقعیتیه که دیگه کار نمیکنه. ببین من یه دیوار بتونی رو هر چقدر با ناخون به خراشم سوراخ نمیشه. بنابراین هوش هیجانی من و من هیجاناتم در دست باشه ناامید میشم از اینکه نمیتونم این کار رو انجام بدم. غم ها، دردناک ها، خیلی جاها مثل این میمونه که شما یه ساختمون رو ساختید بعد بپذیری فرو بعد بریزه و نمیتونی کاری براش بکنی. ولی پذیرشه یعنی پذیرش به معنی همون ناامید شدن منظورم چون چیز شناختی نیست که بگم باید بپذیم نه اگه حس هامون سر جاش کار بکنه اتفاقی که میفته اینه که غمگین میشم چون از دست رفته دیگه به فضایی که ناامید ناامیدی یعنی چی یعنی امیدی دیگه وجود نداره بنابراین یک از دست رفتنی نقطه شروع یک از دست رفتنه بنابراین یادم باشه توی خش برمیگردم رو بحث خش توی خشم خیلی وقتا اتفاقی که میفته اینه که ما ممکن تو فضایی هستیم که حق دریافت نمیشه خیلی وقتا هم تو فضایی هستیم که راه بر راهکارهای خلاقانه پیدا کنیم تا این حقه رو به دست بیاریم از این مسیر نمیشه مسیر دیگه مسیرهای زیادی وجود داره برای اینکه بتونیم یعنی میخوام بگم که لزومی نیستش که اولین جا که به, یه بلاک میخوریم بگیم که نه مثلا مبدنا بعد نه اگر ما فضای درون روانیمون سالم باشه ناامیدی سر جای خودش میاد بالا زود بالا نمیاد, زود بالا نمیاد. آره. امید هم سر جای خودش آره. میاد در اون جایی که امید واقعا وجود داره وجود داره و اون جایی که ناامیدی وجود داره میفهمیم واقعا ناامیدی سالمه ولی وقتی ما دسترسی نداریم و هیجاناتمون اون میکس چه ببین موضوع اینه که ما انقدر بعد تو حالتهای عادی دسترسیمون رو به هیجاناتمون شناختمون و این زبان روانمون بالا ببریم که وقتی توی همچین موقعیتی قرار میگیریم اتومات سیستم سالم ما کار کنه ما نمیتونیم وقتی همه عمر در این در واقع پیچیدگی داریم زندگی می‌کنیم و نمیدونیمش یهو توقع داشته باشیم خب حالا دیگه الان ناامیدی سالم تجربه کن نه برای ما تمرین میکنیم مثل تمرین ورزشی میمونه که ما تمرین میکنیم که بتونیم توی موقعیتی که مثلا مسابقه است بتونیم مثلا وزنه رو بلند کنیم پس بنابراین یادمون باشه که اگر اصرار ما به هیجانات سالم و شناختنشون و اینکه کمک کنیم فضای سالم بشه به خاطر اینه که اگر یه جای ناامیدی تجربه کنیم مطمئنیم که ناامیدی سالمه و از این دیگه آب گرم نمیشه و از اون طرف هم این شناختنه به کمک میکنه اون وقتی که خشمگین میشیم اون خشم رو بهش اهمیت بدیم دقیقا و یه, یه چیزی رو دو سه بار گفتیم و من فکر یه کم کوتاهش که کم آهسته کنیم عبور کردن ازش رو اینکه وقتی خشم میاد بالا همچین نیروی بسیار ارزشمند و فوق خیالمون راحت باشه که اگه 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 پنجاه بار میگم اگه به قول جواد یه جمله داره تو پرانتز میگه صد مرتبه برای اینکه چیزها رو کوتاه کنه و اگه صد مرتبه هم اگه کردم و نشد من میدونم که وارد ناامیدی میشم و میدونم که با خودم چیکار کنم دقیقا. پس نترسم از اینکه اوکی الان من اگه خشمگیر شدم آدم ها گاهی از خشمگیر شدن خودشون خجالت میکشن <متصفيق> آره ببین میره تو اون فضاهای ثانویه که میاد روی خشم سالم رو میگیره بله خیلی زیاد این اتفاق میفته به خصوص اگه ما تو فضاهای بزرگ شده باشیم که به محض اینکه مثلا فرض کن اومدیم خشم رو ابراز کنیم خورده تو ذوقمون و اینکه نه تو حقی نده و حقو به ما ندادن و ما خب مثلا فرض کن کودک بودیم تشخیص نمیدادیم که واقعا درسته یا غلطه یا انقدر پردازش نداشته حج بنابراین جویم که پس من آدم بدیه یا مثلا اگه تو محیط های زندگی کردیم که پرخاش خیلی زیادی بوده خشم نه پرخاش به معنای اون پرتاب کرد پرخاش رو خشم ثانوی است اصلا اولیه نیست پرخاش خیلی زیادی بوده اتفاقی که میفته من از خشم میترسم چون تو اون پرخاش ها آسیب خوردن بارها <applause> و نه تنها حقی دریافت نشده برای اینکه هم آسیب خوردم هم آسیب زدم برای من اینکه خشم خشمگین شدن مساوی میشه برای من با اون پرخاشه با اون آسیب زده برای من هی میدمش پایین <applause> خشم یه چیز جالبی که دارین که هر موقع که احساس این خشم رو میکنین اینجوری خودتون این سوالا بپرسید چه حقی از من زای شده چه مرزی از من نادیده گرفته شده و من تو این موقعیت داره چه اتفاقی برام میفته ببین گاهی وقتا خشم خشم ثانویه است مثلا یه موقعیت اتفاق افتاده من شرمنده شدم شرم سالم مثلا خطا کردم شرم سالم تجم بر من شرم قدرناکی قد که چرا چون یه صدایی میاد به من که گند زدید تو آدم بدی هستی همون دروغگویی که تو میگی یادت میاد دفعات قبل میگفتی میگفتی من یه دروغ گفتم یهو هم میشم یه آدم دروغگو بعد پس شرمه تبدیل میشه به یه فضای ناساله میگه شرمه سالم هم میشه فضای ناسالم میگه من پرت شدم که آدم بدی هم. پس اصلا شرم سالمو که تجربه نمیکنم بعد این آدم بد بودن چون کل منو داره میبره زیر سال به شدت دردناک مثل اینکه همه استخونهای آدم داره میشکنه توش خب و من روش عصبانی از تو که برای چی منو وادار کردی در واقع این احساس رو تجربه کنم در واقع من عصبانی از اینکه درد گرفته در درونم یه چیزی برای من به تو میپرم به تو پرتاب میکنم پرخاش میکنم این میشه خشم ثانویه خب در حالی که وقتی که مثلا خشم سالمه اینجوری که من میبینم خشم دارم ممکن دندونا من فشار بدم قدرت توی دستا و پاها میاد برای جنگ انگار آماده میشم یعنی خشم از اون هیجاناتی که برای جنگ و این چیزها هم استفاده میشده دی. یعنی میاد کمک میکنه تو به جنگی برای چیزهایی که در واقع نیاز داری و حقوق و مرزهات خب و بعد اینجوری هم که چی کار باید بکنه برای به دست آوردن بهترین راه هرچه برای من هوشمندانه تصمیم میگیرم که چگونه میتونم اینجا مدیریت کنم و اون کاری که اون چیزی که میخوام و دست بیارم <applause> یه قسمتی از حرفاتون یه چیزی شو چسبید بهم به و اون که گاه شاید لازم باشه با شوخی و خنده یعنی موقعیت به گونه باشه که با شوخی و خنده بتونیم انگار حقمون رو بگیریم داشتم به این فکر میکردم که فکر مثلا دیگه 22 24, 24 سالم بود همون حوالی که انگار دیگه کم کم آشنا شده بودم با این فضای کارگاه های روانشناسی و هم کارگاه های روانشناسی محیط سالمی نیستن خیلی خارج از بستر شروع میکنن راه حل دادن با آدم ها و توی یکی از این کارگاه من مهارت نگفتن رو یاد گرفته بودم و این شکلی بود این شکلی شده بودم که دیگه هر کی هر چی میگفت نه نه مثلا میری نه این کارو لطف نه یه همچین حالتی پیدا کرده بودم و احساس قدرتم به میداد که اوکی این حق من بوده که من سالهای سال بعد میگفتم نه که واقعا درست بود این حق من بودش که مهارت من این حق من بودش که خیلی جاها بتونم بگم نه ولی داشت یک اتفاقی میافتاد که روابطم رو داشت گم میزد بهش پرخاش می شده آره بیشتر. دیگه مثلا این کار نه یه همچین حالتی بعد یه بار داداشم خیلی جالب اومد یه بار زد روشونم گفتش ببین بیا اینکه به جای که به عنوان مهارت نگفتن بهش نگاه کنیم به عنوان هنر نگفتن بهش نگاه کنیم so شاید اتفاق بهتری بیفته مثلا اینکه ما دفعه بعد میخوایم تو رو ببینیم دلمون بخواد تو رو ببینیم یه همچین حالت <applause> فضاش یه فضای تنزی بود و میخواستم بگم که واقع� <تصفح> واقعیتش این شکلیه که ما جاهایی وقتی که میریم حالا به واسطه اتفاقا سوشال مدیا خیلی خوبه چون آگاهی رو داره بالا میبره ولی هر از چنگای من یه سری محتواهایی میبینم میبینم که, انگ، که انگار خارج از بسته بله بله شروع میکنه آره انگار شروع میکنه راه حل دادن آره این حق شماست پس دیگه نه بگید اگر... آره، پس نه یا مثلا مردم رو آزرده کن اشکال نداره اگر مردم آزرده میشن به خاطر حق شما اوکی در در اون موقعیت ما باید ببینیم که چی رو داریم از دست میدیم چی رو به دست میاریم حقمون رو چطوری میتونیم بگیریم و احتمالا اون ذهن اون اون هوش هیجانی داره توش مثلا مجموعی از اتفاقات میفته موقعیت رو بررسی میکنه طرفی که مقابل کیه حقی که تو داری راجع صحبت میکنی چیه و اوکی شاید من بتونم با شوخی و خنده این کارو بکنم شاید هم لازم باشه که اسلحه بگیرم دستم برم نیروی متجاوز رو از کشور بیرون بکنم نمیدونم خشمه از یک فضای خیلی ساده میتونه شروع بشه تا یک فضایی که ممکنه خیلی متخاصم باشه ولی خشم و متناسب با موقعیته آره ببین مهمترین چیزش اینه که اینجا هوش هیجانی بسیار کاربرد داره شما اطلاعات خشم رو میگیری که ببین مرزت نادیده گرفته شده حقت داره از دست میره و همه اینکه این که من چی کار در این موقعیت بکنم این تا راه حل داره و بر اساس مختصات من مختصات تو و مختصات محیطی که دارم توش زندگی میکنم و مهمترین چیز به عنوان یک انسان عمل کرد خواهم داشت ببین ما در دایره انسانی داریم این کار رو انجام میدیم خب بنابراین تو این دایره انسان بودنه من وقتی میخوام حقم رو بگیرم تو رو تخریب نمی کنم مثلا دارم. یه مثالی میزنم این مثالش خیلی واضح بتونه کمک کنه مثلا فرض کن من یه چک برگشتی دارم یعنی چکی از تو گرفتن برگشت خود تفاوت دو تا موقعیت رو میخوام بگم میام به تو میگم که خیلی آدم عوضی هستی بدهکاری بدهی تو نده شروع میکنم پرخاش کردن تحقیر کردن تو روی این فضا و, خشب وقت و خشم خیلی وقتا وقتی تبدیل به پرخاش میشه تحقیر میکنه طرف مقابل رو ما دنبال تحقیر ببینید نهایت هدف به دست آوردن اون حق است خب و اون شا... پای خودمون وایستادن نه به بهای در واقع تخریب خب به تو اینو میگم تو چه احساسی تجربه میکنی وقتی من این کارو میکنم خیلی عمیق شرمه ولی منم عصبانی میشم ببین احتمال اینکه تو شرم سالم رو در یه همچین موقعیتی تجربه کنی کمه امید. چرا چون من دارم تو رو تحقیر امید. میکنم و به تو طبیعی تو خشمگین میشی ک... چون حق من نیست تو منو تحقیر کنی اگه اشتباه کردم خیلی خوب کارم اشتباهه نمیتونی کل منو بریزی تو آدم بدقلی هستی تو دزدی تو نمیدونم کلا برداری تو خب ولی آدم تو فیلم ها همه شرم میشن خب فیلم دیگه متاسفانه یه مقدار <تصفح> نقص نقص این سوشال میدیا و اینا همینه اینه که همیشه رو سیستم سالم آموزش نمیده دیگه خب حالا من میگم بیا برگردیم عقب من میام پیش تو اینه یعنی که رو... یکی از راه ها اینه بس موقعیت دیگه یکی از راه توی این موقعیت اینه که من بیام به تو بگم که ببین من رو تو خیلی حساب میکردم و معتقدم تو آدم خوشقلی هستی میتونم هم حس بزنم احتمالا اتفاقاتی افتاده که این کار نکرد ولی من واقعا آسیب, آسیب, دیدم از این کاری که تو کردی من چکم برگشت خورده اعتبارم رفته زیر سوال و واقعا نیاز دارم که تو این کار رو برای من انجام میدی و زودتر این مسئله رو حلش کنی چون این باعث میشه رابطه منو تو هم خراب شه خب من اینو فقط با آدم های ارزشمند زندگی اینطوری صحبت آه. میکنم حالا ببین مریم حرف من اینه همه انسان ها ارزشمندن هم. همه انسان ها ارزشمندی دارن و ما اگر ببین دارم بازم میگم مختصات و موقعیت خیلی متفاوت ها ما داریم در بستر روابط صحبت میکنیم در باز مختصات مهمه اون آدمه چقدر آسیب رسانه اون آدمه چقدر در واقع من تو من. چه موقعیت آره. همه اینا هست ولی یادت باشه اگر من در ارتباط با این آدم میخوام که در واقع حقم رو بگیرم بعد بتونم شرم سالم رو درش آخه ایجاد کنم. یه اون آدم بد و ده بار تا حالا بد قولی کرده. بعد من بشه من میدونم که تو خب میگه نه. نه. من آدم بد صداقتش تو من نه که واقعا بعد قول و کلا برداره برم میگم نه تو خیلی خوبی. اونه که بعد بری شکایت کنی. آره میخوام بگم که اگر که موقعیت این شکلی باشه یک نفر داره کلاهبرداری برداری میکنه من میگم که اوکی تو انسانی ولی خب من پلیس میارم. آره دقیقا یعنی بگه کلاه برداری, برداری. برداری که کلاه برداری ثابت شده است که ما نمیایم مثلا که تو خیلی خوبی که متغیرهایی این که ما ازشون مرسی جهاد اونقدر متغیرها زیادن که ما ازشون آگاه نیستیم واسه همین شاید توی محل خشم اینقدر همدلی رو من نتونم بروز بدم چرا چون آگاهی نسبت به متغیر ندارم آفرین ببین اگر آگاهی ندارم خشم کمک من میکنه اتفاقا آگاهی پیدا کنم خشم به من کمک کنه موقعیت رو بسنجم اتفاقا از اون حیرات بسنجم ب... که بتونم بهترین راه حل را را... را... پیدا رو پیدا کنم که... به من با یه آدم کلاه بردار مثلا ببین تو میگی من نمیدونم این آدم کلاه برداره یا نه خب قبل از اینکه برم اونجا بعد یه سرچ بکنم اطلاعاتم کامل کنم نسبت به موقع ام. اگه نادم واقعا کلا برداره که من باش مهربونم حرف بزنم بعدم حرف بزنم دعوا میکنم هر کار کنم که پول من نمیده بنابر من باید از یه مرجع قضایی موضوع رو پیگیری پلیس بگیره ده. مثلا ببرم شاید یه نمایشی رو بندازم که اونو گیرش بندازم <تصفح> میدونی چی میخوام بگم پس ببین مختصات خیلی مهمه ببین بیشترین چیزی که من میخوام بگم اینه در حالت عادی انسان های عادی غیر کلا بردار غیر اختلال رو... <تصفح> <تصفح> غیر اختلال روانی ها نژاد داره چیز انسان های خیلی عادی همه ارزشمندن و ما اگر میخوایم حقی رو دریافت کنیم ببینیم یه موقع مثلا ده بار اونها هم ارزشمندن به مسابقه انسان آره هم ولی داره به من آسیب میزنه نمیشه این جنس از گفتگوی همدلانه با افراد ممکنه متفاوت بشه جنسش داره 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 اصلا جنسش متفاوت خواهد بود خب از اینجا شروع میشه از این طیف خوشگل و نرم و مهربون شروع میشه ببین بیشتر معیم به نگاه کن بیشتر زندگی ما خب قراره توی بستر عادی اتفاق بیفته هر روز ما با دوز و کلا بردار که سر کار نداریم هر روز که ما یه جایی نمیریم که این مثال ها رو هی داریم میگیم که بگیم بگیم که آقا به عدد انفاس خلایق موقعیت وجود داره دقیقا خشمه رو ببین اول از همه خشمه, خشمه رو ببین دوم از همه اطلاعات توش رو بگیر اول بفهم چی رو چی حقه به ما یه موقع حساباییم. حتی نمیدونیم چمونه. م. من میگم خش رو بشنو آره ببین چ... چ... چه اتفاقی افتاده که من عصبانی ام چه اتفاقی افتاده من خشمه چه مرزی از من نادگه چون وقتی خودت میدونی میتونی ابراز کنی که بگی فلانی من عصبانی ام به جهت اینکه اینجا مرز من بود تو نادیده گرفتی و این من کار منو اذیت کرده حالا ببین من با همه که نمیام انقدر مثلا کلیشه ای و مثلا طبقه من... نه با دوستم ممکنه تو شوخی خنده بگم بگم که ببین خوب مرز من نادیده میگیری ها. مثلا اینجا مرز من آیا شوخی خنده مثلا ببینیم بالش منه نمیشه روش بخوابی به خنده شما خدای به دوستاتون میگین خوب مرز منو نادیده میگیری نه به شوخی دارم میگم میدونی که خوابش خوب پیچون دیگه <applause> <applause> آره ببین میخوام بگم نگاه کن پس این به تعداد مختصات ببین <applause> من تاکیدن 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 دارم میگم خواهش میکنم ازتون که مختصات در نظر بگیریم مختصات خودتون و مختصات اون آدم و مختصات ارتباطتون ببین من اگه یه حقی رو بخوام مثلا پدرم بگیرم با اون مدلی که با مادرم میگیرم یا با خواهرم یا مثلا با دوستم خیلی متفاوته دقیقا. از مدیرم میخوام بگیرم خیلی متفاوته چینش کلمات مدل راه حلی که انتخاب میکنم خیلی متفاوته که اصرار داریم که توی جلسات تراپی قرار نیست راه حل در یاد دقیقا, راه حل بسازین دقیقا. چون ما ما هیچ وقت جای یک فرد دیگه ای نه زندگی کردیم نه یک ثانیه جای اون نه. نفس کشیدیم برای همه صرف هوش هیجانی قراره که دقیقا اگر که جایی داره خراب کار میکنه درست کار بکنه که بتونه اطلاعات رو دریافت بکنه که بتونه درست تحلیل بکنه که بتونه یه سولوشنی بده که در فلان موقعیت من میتونم چیکار بکنم اصلا ببین جواد نگاه کن چطوری من میتونم یک قانون بدم برای خشم در حالی که انقدر جزئیات و مهمی الان ببین چند تا مسازم چقدر جزئیات تو ذهن هر کدوممون اومد خب مثلا من برم بگم که برو جلوی پدرت وایستا و مثلا حقت رو بگیرین حق توئه که فلان این کارو بکن برو باهاش گفت خب فرض کنیم اون پدر پدر آسیب رسانیه که به محض این کار میکنه چاقو در میاره میکنه تو شکم بچه بچه رو از میدازه بیرون بچه رو میدازه بیرون بقاش به خطر میده حالا خب اون وقت اونجا من کجا برای من نمیتونم بگم من میتونم کمک اون آدم کنم حقوقش رو بشناسه شای احساس شایستگی بکنه و بهش اعتماد کنم که وقتی اینو داره وقتی هیجانش سالم داره کار میکنه هوش هیجانش کمکش میکنه تو مختصات چیکار کنه شاید توی مختصات یه نفر خش بهش کمک کنه یه ذره عقب گرد کنه که یه جای دیگه بره جلو نمیدونیم بنابراین اعتماد ما به نیروی رشد درون آدم هاست چرا داریم هیجاناتو میگیم چون میخوایم همون چیزایی که میاد چوب لای چرخ نیروی رشد میکنه رو در بیاریم چرخ خودش میچرخه بنابراین ما هیچ مصداقی رو نمیدونیم چی کار کنیم یعنی من به عنوان یک درمانگر دارم میگم در هیچ مصداقی من نمیدونم طرف باید چی کار کنه ولی کمکش میکنم که پاش بیاد روی زمین حقوقش رو بدونه چرخ. که حق داره شایستگی خوش رو بدونه آها این چرخه براش راه بیفته اگر چوبی لای این چرخه مثلا مثل ترس ناسالمه مثل شرم اونا رو کمک کنم ببینه بره که خالص خشم باشه حالا دیگه اعتماد دارم که سیستم در اون روانی آدم ها براشون اون کاری که لازمه میکنه بنابراین هیچ اتفاقی نمیفته و هر تصمیمی که بگیرن قطعا در جهت بهزیستی میگه ما چرا تصمیماتمون گاهی وقتا اشتباه میشه چرا گاهی وقتا آسیب رسان میشه چون این چوبالای چرخامونه نمیذاره سیستم روان درست حرکت کنه چرا میگیم درمان چرا میگیم هیجانات سالم بشه برای اینکه این فضاهای ناسالم هی بره کنار خالص میشه خالص که میشه خیالتون راحت وقتی هریتون سالم تجربه میکنه خودش کمکتون میکنه و هرچی رشد میکنی و تجربیات بیشتری چه خودتون چه دیگران تجربه میکنن چه میبینید تجربه دیگه ابزارتون بیشتر خواهد شد ببین دیگه در بدترین حالت ممکنه من ابزاری ندارم در این موقعیت ولی هوش حیجانی به من میگه بیگدار به آب نزن وایستا یه نفر که ابزار داره مشورت بگیر ممکن با دو تا سه تا دوستم مشورت کنم ببین اینجا این اتفاق افتاده و من داره حقم چیکار کنم یکی ممکنه بگه این کارو کن یکی میگه با... اون کارو کن و بالاخره یه راه حل پیدا می‌کنم راه حل پیدا بازم اون سیستم هیجانی است که انگار به یه راه حل واکنش مثبت میده دقیقاً ده دقیقاً چون مختصات تو رو میسنجه و نسبت به مختصات به تو میگه نه این, این ترس این واقعی داره. داره مثلا خطر و آسیب جدی داره آره این خوبه نه اینجا دچار شرم سالمت میکنه مثلا این روش روش خوب مثلا فرض کن من ممکن توی موقعیتی یه مثلا پول رو طلب دارم مثلا یه نفر من کلا برداری کن دزدی کن پول میخوای خب سیستم هیجانی سالم هم میگه نه به این روش نه به هرکس با سیستم ارزشمندی خودش دیگه هرکس با هر سیستم ارزشمندی که داره برای خودشون سیستم داره کار میکنه ما دنبال اینکه سیستم ارزشمندی آدم رو تغییر بدیم که نیستیم هر آدمی میخوایم سالم باشه سیستم روانش سیستم روان سالم برای مختصات و ارزشمندی رو تعریف میکنه ارزش ها خط قرمزها رو تعریف میکنه ممکنه خط قرمز تو با من یکی نباشه ولی به این معنا نیستش که مال من بهتره یا مال تو مال تو تو مختصات خودت در شرط سالمه برای منم با مختصات خودم در شرط سالم کار میکنه برای من تو توی موقعیت مشابه لزوما مشابه حکس من نشون نمیدیم ولی از همه مهمتر اون احساس شایستگی و حق داشتن اول که بعد بتونیم بریم به قدم بعدی که جنگیدن برای اون حقوقی که داریم به روشی که بهترین احتمال بیشترین احتمال رو داره که حقوقمون در و مرز هامون در واقع چی داشت سه تا بود پس من احساس حقانیت رو تو خودم تجربه میکنم خشم میاد بالا خشم داد و فریاد کردن نیست امروز هم داد و فریاد کردن نیست جالب بود این بار هم گفتگومون متناسب با خر <تصفح> <تصفح> مثال <مسارهاش> اومد بالاتر <تصفح> <تا. تصفح> آره. آره. به <تصفح> شکل و... خودش و, به شکل عجیبی انگار یه محتوای من تو ذهنم بودش که حتما داشته باشیم که حواسمون باشه برای بار هزارم که این خیلی منحصر به فرد در افراد مختلف <تصفح> <تصفح> ولی به نظر میاد اون محتوایی که میخواستیم بعدا تولید کنیم تو همینجا اتفاق افتاد که آره. برای اینکه حواسمون باشه که نخوایم از بیرون گود بشینیم قضاوت بکنیم بقیه رو این شکلیه آره. که واقعا منحصر به فرده ما باید ببینیم چی برای ما کار میکنه دقیقا. و بر اساس اون شروع کنیم عمل کرده دقیقا. و واقعیت همینه اینه که جواد تو هیچ کدوم از این هیجانات نمیتونیم بیرون گود بشینیم بگیم چرا فلان کار نکردی چون چرایی که تو داری میپرسی یک پروسه طولانیه که در اون آدم داره اتفاق میفته بنابراین نیازه که اون پروسه شناخته بشه و ببینه کجا اون اتفاقاتی که مانع داره میشه داره اتفاق میفته کمک بگیره موانع برطرف شه و مطمئن باشیم که آدم ها سیستم رشدی در درونشون دارن و همه انسان ها قادرن از خودشون مراقبت کنن و قادرن در واقع رشد و بهزیستی داشته باشن اگر این چوبایی که لایه چرخشون میره نباشه که اون چوبا چون داریم شناساییشو میکنیم خب راحت از لایه چرخا در میاد و سیستم طبیعی انسان میچرخ و رشد میکنه خب مرسی از تو متشکرم جای جمله پایانی منو میگی فکر میکنم جای خوبی فونودم <تصفح> <تصفح> آره خب <بزمان> بگم دیگه فکر میکنم جای خوبی فونودم خب ممنونم از تو. دارید دیدارتون مراقبتتون باشه